الینا و الی عباد الله الصالحین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله خدایا خداوندا، درد دردمندان دوا، حاجت حاجتمندان روا، قرض قرضمندان ادا، رفتگان خاک اسلام رو بیامرز، از تصدق سر همه پیر و مادر منم غرق رحمت بفرما. بار الها او خاده افتو خاده قوت خاده بکاریم، درو بکنیم، هم خود خوریم هم مردم دهیم. الهی نعمت و برکت تو از ما دریغ نفرما و حق به محمد آو. خدا و رسول چشم موزی و منافق کو. ای هر کس که کند به کارشون بد عملی، او داند و ذوالفقار و بازوی علی. یه داشت بودم بزرگم رو در پوشی که اون بخورد بلا دو سال از دو موشو. بسم الله خمان رکیم باکم اینم آتی امروز دیگه نهاشی داری؟ دروغ دیگه، پس میخواستی چی داشته باشی؟ بخور بخور آبجی، شکر خدا رو به جا بیار. الهی نعمت تو زوال نیا، به حق شاه مردم سفره مردم رو باز داشتم. امین یا رب العالمین. خیلی خیلی اینقدر اه نریز اه
کوره باز که نموخن بخوریم دوغه اش میباز زیادتر باشه. سلام علیکم آشمیرزاقا. سلام علیکم آشمیرزاقا. خورم خوشه الحمدلله بسم الله. خدا زیاد کنه علاق بوده. چیه؟ عربابی از شهر برد تلقراف بزید. عربابی؟ بانجو بلا جا قبل باید که خودتو خوب گرفتار کار عربابی کردی. آدم باید تموم صحرها رو بگرده تا شما رو پیدا بکنه. چه کنم؟ ارباب بعد از دیار خدا بیامرزم تموم کاراشو گردن من گذاشت. منم باید امونتداری بکنم. رسم مردی و مروت دنیه که آدم ولنگاری بکنه. دست شما در نکنه. بیا های! ای بابا ما رو خجالت بدی. نه بابا تو هم عیالواری بگیر. مال اربابی دنیه، مال زمین خودمه. خدا نگهدار. خدا شا. گلنا اربابی تیرغلاف وزیر که روز پنجشنبه میخوان دست جمعی بیان یه خنک بخورن. خب چشم و دلت روشن. بعد از یک سال باز چشم مجنون به جمال لیلی روشن میشه. چشم دلت تو هم روشن. برای اینکه اگه چشم مجنون به جمال لیلی روشن بشه، چشم شیرینم به دیدن فرهاد روشن بگه. ای داداش جون این حرفا چیه؟ دریا فصل پنیری که نداره. بخون پیشباز شد تو اسکار نمیشی؟ چرا؟ باید مال ببرم اسکار. پیاده که نمیتونم بیان. بسم الله الرحمن الرحیم. تو رو برای سواری کی بیاردم؟ خب گوشتو وا کن، عقلتو جمع کن. تو باید به زهر خانم سواری ها دید. این روز دیگه خیلی باید سر به راه و پا به راه باشی. دلم مخواد همچین پاورچین پاورچین راه باشی که ایت دلش تو کن نخوره. نکنه خریتت گل بکنه جفتک مفتک برزنی بزنی زمین. هرچی هم بیاد اگه میادبی داری همین حالا بکن. دل رو ناب رو نبوری. اگر همینطور که گفتم بکنی امشب یکی در جو بهت زیاد تر بدم. آه خوش آن شدی؟ حیلی دیدم. آه چه خبر؟ الان میاد آبار کلا پس همینجا باشین. اولاغا رو نبینیم بشه جلو قدقره. من بشم کمکشو بکنم نگیر جلو. آه سلام علیکم خاله نرگه چطوری بابا؟ خوشی؟ خدا بهت علم داری. علیک سلام و آشیرزاد. آسر باسلا چطوره؟ الحمدلله سلامت بشید. بفرمایید. سلام علیکم خانم. علیک سلام. من خوبی چطوره؟ الحمدلله. بس من تو که خواب خواب رفته. اوشیه باشه باشه. بفرمایید. بفرمایید اونجا مولا حاضره. نه فیلن جلو. حال خودت چطوره؟ الحمدلله سلامت بشید. بفرمایید. سلام علیکم. سلام. آشیرزاد چون؟
حال چطوره؟ سلامت باشی. چطوری؟ الحمدلله، حال شما چطوره؟ عجب، گرفتار درسان بودم. گلدان چطوره؟ الحمدلله، دعا به جون شما بکنیم. خب بفرمایید، بفرمایید مولا اونجا حاضره، بفرمایید. سلام شیرسون. سلامت های خوبی؟ حال چطوره؟ الحمدلله، حال شما چطوره؟ چاپ سلامتی، صفا آوردی، چشم دل ما روشن. برو آقا پسر، بریم جانم، بریم دیگه. بیام خود اینو بگی. سلام علیکم. علیک سلام، علیک سلام. خواهش میکنم با این مؤدبانه تر صحبت کن. چون این از اون دهاتیاتی تو فکر میکنی؟ این اون نداره، دهاتی رو چون به جونش کنن دهاتیه. من اینا رو بهتر میشنم، بریم جانم. سلام علیکم آقا شیرزاد، حالت چطوره؟ سلام علیکم محمد آقا، حال خودت چطوره؟ سلامتی؟ کیف حالت؟ باز قربون معرفتی؟ تو باشم، این آقا فکری کی بود؟ تا حالا ندیدیم یمه این مرمز آقا خارزاده اربابه آقا هم بدش نمیاد که تو به خانمو بهش بده. ایرونی بخون یا بذار شیرزاد بخونه. شیرزاد؟ اونم آدمه؟ هی سیگاه کن ببینم دوستی بریزه هم میگی نداره مهمونه عزیز خداست. شیرزاد تو هم بخون دیگه اینقدر بچه ها اصرار بکنن. اگر منتظر اجازه بخون بل بل بخون سامو. شیرزاد نمیخونی؟ چرا؟ مخونم برای خاطر شما مخونم. تن آدمی شریف به جان آدمی لحمین زباد زیبا نشان
شنیدی هرموز؟ سخن را روی با صاحب دلان است. منظور تو نفهمیدم. یکی زدی ضربتی ضربتی نوش کن خوب بزد. کی؟ بله دیگه، توی دقاتی رو داخل آدم ندونستی؟ اونم با کمال احترام حق تو کف دست بزن. داخل آدم؟ واق واق اینام آوازه؟ لا اله الا الله استغفر الله ربی و اتوب الیه. همین باستگی استغفر الله میشی؟ کجا میشی؟ کجا رفته بودی؟ یکی کن دولار سپوریدم. قربوشون نطخت گور شو. من؟ ابدا؟ هی کمم جای درد نم کنه ها. جای درد نم کنه نه. سلام ارباب. علیک سلام گلنار. سلام. خسته نباشی صفا آوردی. سلامت باشی. حالت خوبه؟ الحمدلله. بفرمایی دار تاییه میبینیم. بله ارباب. باریکلا. سلام آقا. سلام دختر قشنگ، حالت چطوره؟ به مرحمت تو بد نیستم. تو کیه شیرزاد هستی؟ من خواهرشم. خواهرشی؟ به به چی دختر فهمیدی؟ منم پسر عمه زهره خانم هستم. تو با این کمال و جمال حیف نیست گوشه این دهکور زندگی میکنی؟ باور کن خیر انوات دور اینه رو خیلی بکش. هر چی تو را سر به سر ما گذاشتی دیگه بس ویلا با دسپلن کاکولات درو بکنم. پسر تو چقدر کج خیالی. من داشتم به خواهرت کمپلیمان میگفتم. کمپلیمان مکفتم. چای مایی تایی که دی پس یادت باشه که بر دور خانو اصلا سلام. سلام. از احوال پرسیار شما سال یک بار اگر آقا برای فاصل مهدی ها شما عبد با من کار داشتی؟ نه کجا میشم؟ بشم اول آقا رو برسنم. خیلی طول میکشه؟ نه هم از صبر میگذم. خب صبح بیا. چه؟ هم ادام اما استخر گوریه ها آدم نترسه توش نگاه کنه.
بدبخت. این که چیزی نیست. من تو دریای مای شنا کردم و نترسیدم. آخه جان من، تو ماشاءالله جوونی، مردی. به جان عزیزتون همین پارسال رفتم جنگل شکار قرقاول. چشمتون روزه بردن. یه دفعه دیدم یه پلنگ نخراشیده و نتراشیده جلو پای من سرش. ای بابا پاک فراموش کردم که فشنگ ساچمه این تو دوره. توفنگ رو بردم بالا، هر دو فشنگ رو ته ته خالی کردم. یه دفعه دیدم پلنگ قرشی کرد و خیز برداشت طرف من. منم مهلتش ندم، کارد و کشیدم از این بر، از اون بر، از این بر، از اون بر. باش مار مار چی مار؟ این در خدمت باشیم، شاید چیزی لازم باشه بیاد. شیرزاد نوکر میشی؟ خورمز آقا، ما نون زحمت منو مخوریم و منت از هیچ تنابنده ای نمکشیم. بیشین شیرزاد، چیزی هم که لازم نداری؟ قضا از دهن میافتی، بشنیم دیگه. اون چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آی این دهاتی ها متظاهر هم؟ لا اله الا الله. شیرزاد بگیر آرمون دست بنده شما. موازی باش گلناز برسته نم. نه ترس برسته نمیم. از تمدن نبرده، هنوز داره با دستپنجه آلوده غذا میخوره. درست آقای هرمز آقا، دستای ما پینه زحمت کشی داره، اما شکر خدا که تا حالا به خون و مال یتیم و صغیر مردمون فقیر آلوده نشده. هرمز شوخی میکنه، تو نرم هرمز، تو هم دیگه شورشو داره بود. سر سفره که آدم اینقدر حرف نمیزنه، نهارتون رو بخوری هستی ماها بره بروسی. Thank you.
بچه ها بلند شید، ما که نیومدیم ده همش بخوابیم. آقا اگه تشریف میبرید عروسی موقعشه. شما حاضرین؟ آره، همین الان میرم لباسامو عوض میکنم بریم. آقا روز آقا، وسط شلوارتون چرا خیسه؟ چی شده؟ ها اونها وسط تخت هم خیشه. چی دو شده خیلی باید؟ آقا من بگم نکنه چیزه او برگشته. آقا روز آقا، از ما به شما نصیحت، هیچ وقت پیش از خیر چیزای اوکی نخورید. گم شو بزن. خیلی ها بزه دیگه باشی لباسات رو بوشی با هم بره بروسی. Thank you.
کار دستان تموم شد. خب الحمدلله، لابد آقا خیلی از این خبر خوشحال ببود. بیشتر دلم میخواست که تو از این خبر خوشحال بشی. من چرا؟ آخه بهت که گفته بودم پدرم وعده داده بود وقتی درسات تموم شد برام زن بگیری. خب انشالله مبارکی. تو که میدونی من دو سه سال تابستونا فقط به خاطر تو اینجا میام. گذشت از اون من از این دختر شهری های پر افادن بیزارم. این حفار نزنیم اربا پیش وقت راضی نمیشه که شما دختر دهاتی بگیریم. مگه پدرم خودش کجایی بود؟ گلناز بگو میلی داری با من ازدواج کنی؟ والا چی بگم؟ نمیدونم اختیار من دست فرارمه، اختیار شما دست پیرتونه. آخه گلناز رضایت خودت هم شرطه. خودتون میدونید. که دلم خونه. مگه چی شده؟ من که حاضرم جونم و فدای زهره بکنم نمیدونم چطوره که رو منشه مطلب با پیرش در میون بذارم. از اون طرف هم بترسم این یارو پسرک کاکولیه بالاخره دختره رو از دستم در بکن. تو هیچ با خود زهره خانم صحبت کردی؟ نه. چه معنا داره آدم با دختر حرف بزنه؟ اول باید با پیرش صحبت بکنم. نه داداش این طور دنیه. اینا رسم شهریا رو دارن. اول باید دختر پسر با هم صحبت بکنن. اگه هر دو راضی بودن اون وقت. آخه چی بگم؟ روم نمیشه که حرف بزنم. اینا که کاری نداره. وقتی تنهاشیدی زانو میزنی دستاشو خوشحال خوندی میگه من دیگه امسال دستام تموم بابو. نه چیزه بگو دیگه موقع زن گرفتنه. خودت میخوای با من عروسی بکنی؟ گفتن آسون میام. من خجالت میکشم. اما نه آدم از کار بد خجالت میکشه. من که خیال بدی ندارم. باری کلا خواه همینطور که گفتی بکنم. زانو میزنم دستاشو میگیرم خوشحال خواهدم بگم من تو رو مخواه دیگه بینم که اون کنی. برافو، چه خوب میخونی.
کار داره، بوری از خود داره. ببینم، میشه منم سوار شم؟ البته که میشه، من چینیم این بالا یه دفعات این بالا باید بگیم که بچه نکنیم. ناراحت هست؟ نه، اتفاقا من برای نشستن رو چرخ و شنیدن صدای تو اینجا آمدم. من که صدایی ندارم. اگه نمیخونی پاشم؟ نه، بخونم. هر شعر خوش و نغمه ی عطار تویی، آن که دل دارم و دل میدهم اش با تویی، آن که در کوی تو پروانه بسوخت منم، آن که در کوی تو پروانه در خنده برم سود و بر این ساز توی ما رشته تو گرفتار و تو در
خدایا، خودت میدونی که من 2 سال عروسم و هنوز اجاقم روشن نشده. شوهرم پاست توی یه کفش کرده که اگه دو منم سبز نشه یا میره رو من زن میبره و یا منو طلاق میده. میگه من اولاد میخوام. خدایا تو رو به حق مقربون درگاه قسم من نو عروس و سیاه‌بخت نکن. خدایا به کریمیت شکر بسن دیدم زنی نشدم. اینقدر به من اولاد دادی که به تنگ اومدم دیگه بسن. خدایا خودت یه لطف و مرحمتی کن کجا آمار کور بکن دیگه نمخوام. بنداز که دخترش به من هاده. دو تا شم نظرت کنم یکیش حالا روشن میکنم این یکیش هم گرو میکشم. هر وقت مراد دلم و دادی اون وقت یکیش روشن میکنم. بارلاها به حق عزت و جلال من روسی ها رو معیوس نکن. بابا جان بخواستم یه چیزی بهت بگم. چیه؟ من دیگه درسم تموم شد. به نظرم کسمه زیری سر گذاشتی. خودتون گفتین وقتی درسات تموم شد. درسته، من حالا که زیر قول خودم نزدم. ببینم مطابق سلیقت هست؟ اسمش چیه؟ گلناس. گلناس؟ دختر حاجی ولی الله؟ نه آقا جان. گلناز دختر حاجمن باقر بنکدار. نه آقا جان، گلناز خواهر شیرزاد. چی؟ دختر رعیت خودمون؟ یک دختر دهاتی؟ بابا جون دهاتی بودن که ننگ نیست. من باید اونو بپسندم که پسندیدم. من نجابت و محبت و قشنگی میخوام که اون داره. میخوام خونه‌دار باشه و خرجای بی خودی نکنه که نمیکنه. آخه پسر باباش صداها جان مباشری مثل خود من بوده. من که نمیخوام با باباش ازدواج کنم. حالا فهمیدم چرا اصرار داشتی بیای آب خونک بخوری. پس آب خونک خوردنتون اینه بد جنسا. حالا که اینطور شد دستبالتون رو جمع کنید همین فردا برمیگردیم به شهر. خودم میدونم چه کسی برات بگیرم. اجالتا مخالفه، اما گلناز اینی بدون که من تا زنده هم غیر از تو هیچ کسو نمیگیرم. نه فیروز آقا، این حرفا رو نزنی. برای خاطر من با پیرتون در نیفتی. خوب نمیون پیر پسر بگو مگو درگیری. نه گلناز، تو باید به من قول بدی که منتظرم بمونی. چی بگم؟ من اصلا خیال شوهر کردن ندارم. نه، تو باید قول بدی قسم بخوری که منتظر من باشی. به این برکت قسم به پای تو صبر میکنم. هنوز خستگی را در نرفته به شهر برمیگردیم. نمیدونم این سفر چرا پیارتون نخواست اقلن یکی دو هفته اینجا بمونیم. هر سال که یه ماهی موندیم. نمیدونم چی بشون. یه زارو خورم هر بدی دیدین هم به چالش بود. برو بلشونه آورموز آقا، اگر بهتون بعد گذشته هلالمون بکنیم. خیلی خوب، هلالی هلال. خدا حافظ کنیم. خوش اومدیم. خیلی هم خوش گذاشته، یعنی خوشتر چی میشه؟ خوب با هم دست به یکی کردی. ای بد گذاشت؟ دیگه نه باید حرف بزنی. بری.
زحمتی یک شب برم رودی چه ها ناگه هم رفتی از پیکر بیروح من همچو جان رفتی. من ما اخوان نه افهمیدم این سال چی دروشو در باب نایمده همه رو برداشت و رفت. گمونم سیگو ساقا با ارباب صحبت عرصی منی کده اونم اوقاتش تاق شده. خیلی شرفش باشه اگه چطور شده همچی که رفته شهر دیگه وزیر الوزرا شده. اگه چی شد از مردم دیگه کم تره. حیف از سیروس آقا که باباش اینطور خودشو گم کرد. باش بالا دلم برای تو میسوزه که تو امسال پاسوز من شدی. خیلی نظری نشونه نویس ما امسال اینطوری نوشته بودی. بشو بشو دیا راست میگه بشو دیا. بشو 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 بالاخره باید این فکری براش کرد. اینطورم که نمیشه. پسره داره دق میکنه. میگی چی کار کنم؟ این پسره دیگه داره حوصله منو سر میبره ها. فکر اینم بکن که تو یه دونه پسر روز به روزم داره حالش رفتار میشه. حرف زور داری میزنی ها؟ آخه آدم برای نظر ناخوش میشه. تو ما که لفت ناخوششو میدونی چرا سماجت میکنی؟ حالا احتیاطی هم نداری که بوبو برداری دادر همه جا جار بزنی. دختره رو میاری اینجا یک سیغه یواشگی میکنی. یک چند وقتی که گذشت خودش که سرد و سیش که شد سیغهش پس میکنی. نه سیغه میغه لازم نیست. دختره رو به اسمی میاری اینجا. یه چند دفعه هم که خونه رو خرد بعدم یه چهل پنجاه تومانی میزه این کرد. وقت دختر عطیقی رو به من جا به تصاد رفانه آفتاری به انسانیت و مردانگی شما. نه بابا نه اما هر که معنی نداره. باید یه راه دیگه براش پیدا کرد. راه و چاره منحصر به همینی که گلناز براش بگی. راستش هم همینی داداش بگی چه ایدی داری؟ گذشته از این چه ایدی نداره از خیلی هم بهتره. خیلی خب بابا دست از سرم بردارید. مرفشی در حال شیزاد بیاد چی بیرم چی میگه؟ آینه کن تا انشالله رات روشن باشه. داداش جان خدا نگهدار. دیگه زود برگردی دلم شور میزنه. دل با پس نباش زودی برمیگردم. بیای سبدتم بگیر این نونو بده به بابا غلام. به یک قرارم بهش هاده از دو چشم نابینای مستحق دست علی پشت پناهه. دیا پولش ندیا ایجا. افتاده بود آقا شانس نداریم که شانسی کی بزنه اونه پیداش کنه. حتی پیچه گردی
برو بابا. به توشه تو مالم بده ماته بدم. چیزی گم کدی؟ من نه. یه خانوم عیونی اینجا رد می شده، سنجاق سینه‌اش گم شده. سنجاق سینه‌اش چی بود؟ سنجاق سینه طلا با چند تا لیگین زمرد. 500 تومن قیمتش بوده. هر زمردش یه پشناخون. ماشاءالله. یک ساعت تمام اینجا رو گشت، آب شده تو زمین فرو رفت. الله اکبر. ببینم. نکن الان خود جستیش، الان خود زدی کوچه چه؟ نه بابا، من الان از گفت را رسیدم، سنجاق سینه کجا دیدم؟ چرا تهمت ناحق بزنی؟ بیا بیا سلماتی، باشش بیا. برو نوبت توست، بختم بشه. داشت آقور به خیر. سلامت باشی. کجا بری همچی با عجله؟ میشم خونه ارباب. اومدی تهرون بمونی؟ بابا تهرون کارم چیه؟ برمیگردم به ده. برمیگردی ده؟ آه چه بهتر؟ آخه من یه سنجاق سینه‌ای رو بردم که اقلن 500-600 تومن قیمت داره. او صاحبش از نزن، چه خبره؟ صاحبش کجا بود؟ یه ساعت پیش صاحبش وقتی دید پیدا نشد رفت. حال به من چه؟ نه این که تو برمیگردی بده، این از من بخر، خیلی ارزون حساب میکنم. نه بابا، مال مردم خیر و برکت نداره. به من اگه این سنجاق سینه رو به زنه یا به خواهره یا به نوزنه یا هر کسی که داری بدی عرش رو سهر میکنه. نه، مال مردم مال مردمه. تموم بابا. چرا میاری؟ اگه واسه قیمتشه 10 تومن نداری؟ 50 تومن بده. نه، نمخوام. 20 تومن بده. نه، سبکم 10 تومن بده. میدونی، مال حروم اومد نداره. جهنم، 5 تومن بده. 100 تومن بده، 5 تومن، میفهمی؟ 5 تومن. این بچه صد دفعه نگفتم جایی که پست منه پیدا نشه با چی داشتی جا میزدی؟ عوضی گرفتی. داشتم از پسرمو احوال عمومو میپرسیدم. لعنت خدا و رسول، هر چه آدم دروغگویه. تو پسرموی منی، تو احوال عمومو پرسیدی. پس چی میگفت؟ گیردونونه هم اگه یه سنجاق سینه هایی که واردشون که 500-600 تومن قیمت چه پیدا کرده بود. بین از من بخ به 4-5 تانم راضی بود. اما من بر بودم خدا رو خوش نمیاد. بابار به دست صاحبش برس. بیردیم با طرف بدین دیگه. فهمیدی پسرمو چی گفت؟ آخه که تو آدم شید بچه چند دفعه دار کنم زندان؟ نه دیگه فایده آقا خدا خوش نمیاد. نه زنیده خودتون بگیریم به دست آبش برسونی. بلش بکنی. چی میگی بیچاره سنجاب جواهرشون کدومه؟ یه تیکه برنج، دو تیکه شیشه. ملاقی با آره جانم. لعنت خدا و رسول به هرچی کاسبه میگه هر اون پره. برو باجون، برو دنبال کاره. حواس جمع کن، ستم باز کن. یه شهره مقبول یه چی که تو این شهر بگیم که جربا پختم شهر که نیست، جهنم آتیش مباره. خدا انشالله جیهر و مادر صاحب خیر و باعث بانیشو بیامرزه. هرچی این دور رو درسته اینجا انشالله تو بهش جاش باشه. بچه هم هستیم. اوی هم بولید دار بازی کار همه بخونم سینه هم بخونم مسخربازی چیه؟ میخوام اینجا بچم قطعه بخونم سینه هم بخونم. یالا پکنم بچم خوب رو بیدن. میخوام بچم اینجا قطعه بخونم بچه حالا بوزی. یالا پس آده جمع کن. پس این ایر رو درستین اینجا و سینه وقتی نماشه هم گذاشتن. نه یکی که دوستن اینجا خدا رو بنده دنی هست. یا این ده ما روزی 1000 دفعه بشید تو دود خونه. ای ما پر بالاتر بهتون گفتیم خدا روزی جای دیگه حواله کنه. یالا بساطت جمع کن برو. خبیا یالا برو بینه تو برو ده قیافش نگاه کن. رفع خود دو سخت اختمه شورن رو اخلاق کسیفتونو. چه خبرت سر بابایی؟ برا پیادر عقلی نزدگو نفره نفره
بخشی، شرط نیست، همه شطور، یه اولاق پیدا نمیشه. مازه، بنار، مازه، محبت داره. از برا چیه؟ یک تومنه، هر چی میخواه، یک تومنه. آقا، به جبونی خودتون رم بکنیم، بشون پیاده رو. من جانم، ما اینجا معمولی. معمولی؟ آره. خدا عزتتون رو. یه برو پیاده رو. خدا درجت سرسون رو بالا بباره. خدا عزت تازه. برو، برو پیاده رو. رم آتو رم آتو رم آتو. خدا سایه شما را از سر ما کم نکنه. منم البته هیچ حرفی ندارم، اما چیزی که هست خودتون بهتر میدونید که توی ما خرید و فروش، اونم خرید و فروش آدم رستنیه. ما کمتر با پول معامله میکنیم. ما گندم بدیم، قماش بدیم، جو بدیم، قند و شکر میگیریم. حالا هم همینطور، اینه رو بدم اونه رو هم گیرم. نفهمیدم میشه؟ چی؟ خوارک هم هم دم خوارک رو خواب بگیرم. چی؟ دختر منو میخوای بگیری؟ اون جان هر خرجی، هر مخارجی هم که واسه گلنات شما بکنیم من هم واسه زهره خانم میکنم. پسر من دیوونه شدی؟ چطور شده مگه؟ میخوای آبرو ما تو مردم بریزه؟ چطور خوارم واسه پسرتون بگیریم؟ آبروتون نمیریزه اما دخترتون به خودم هادین آبروتون میریزه. ببای صدا تو ارباب جا من که حرف بدی ندیدم، گفتم به حکم خدا و رسول. همونطور که خوارم واسه پسرتون مخواهیم، دخترتون هم به خودم هادین. مردی که بی غیره خدایی را من که غلطی میکنی؟ ارباب شما جای پیار منی، ارباب و اختیاردار منی. چوب و غیر منو بزن، بکش اگر صدام درم و. اما حق نداری به من نسبت بی غیرتی هادی. من شب و روز تو گرمای تابستون و سرمای زمستون تو کوه و صحرا جون میکنم و کار میکنم که کسی به من نسبت بی غیرتی ها نده. من بی غیرت بنیم. بی غیرت اونایی هم که خودشون هیچ کار نمیکنن، از زحمت و کار این و اون نون میخورن. خونه اتون آبادون، خود مهمون نوازی کدی. خدا نگهدار. چه کنم برای خاطر پسرم هیچ چی نمیتونم بهش بگم. پسره پاشو یک کفش کردی که این کارم امروز باز تموم بشه. به چرا بی خود نشستی دادشو غصه میخوری؟ اگه این کار به من واگذار کنی طوری میکنم که خودت بگی ای والا. یعنی چی کار میکنی؟ سم تا من درست کنم. صادق نوشتی؟ بله شده من؟ حالا بهت میگم چیکار میکنم. خدا آقابت کار ما رو به خیر کنه. تو هم ماشالله مثل آتیش میمونی، هیچ صبر و حوصله نداری. آخ خانم بزرگ، من از صبح تا شوم جون میکنم که حرف بر از کسی نشنفم. نشی استاد هاجدادشم جای پدر توست، بدی طوری که نمیخواد. تو نباید ازش دلخور باشی، با هر چی باشه تو کوچیکتری. بریم دستشو ببین. نه خانم بزرگ، از ما به خیر و از او به سلامت. برم بکنیم. دی عجب آدمی هستی، حالا که دادشم رازم تو ناز میکنی. آخ خانم بزرگ، ارباب دخترش به من نمیده. نه بجونی شیزار، دادشم راضیه، یعنی خودم راضیش کردم. با اون همه اوقات تلخی چطور باور کنم؟ وقتی میگم راضیش کردم بی خود که نمیگم، اینم رضایت باور. خب من که از اول همینو میگفتم. تو با تو خودشر میخواستی، من با زبون نر رازش کردم. حالا چی میگی؟ هیچی، کور از خدا چی میخواد؟ دو چشم بینا. مبارک انشالله، مبارک. Thank you.
نگاهی به حق پنجتن ها لباس سفید بخت باشه. گوشت وا بکن. با پیران سفید عروسی به خونه شوهر نشی. با کفن سفید مرگ باید از خونه شوهر بیرون باشی. آسیل سامن یا جون تو جون خوارک مطمئن باشی زن. خدا بین جوونا علمت بکنه. بفرمایید کی باشه عروسی خود تو کی دیگه ما رو میگیره کی؟ خدا مرسی زهره جون مرسی بیشی زیادی با زیادی با بسم الله الرحمن سر نکش میک بزن بمی کم آره جانم اینطوری ببین به حق چیزهایی نشنفته ما شنفته بودیم که سماق رو میمی کن یا نشنفته بودیم که تو شهر شما شربت هم میمی کن آره میمی کن کن بابا فرنگی ما بازی در بردی ما ایرونی از یعنی این تشتی پادر بنیم لعنت الله علاقه و مزالی تموم بابا تموم بابا من قولی برباز قولی برباز چرا واسه عروس دوماد شباش جمع نمی کنن؟ تو شهر که برای عروس دوماد شباش جمع نمی کنن این رسما دیگه کنه شد چه می دیم؟ روز بعد از عروسی یه دستی گل فانتزی براش می فرسن گل، گل بابا گل به چه دردشون مخوره؟ شباش جای خود داره شباش مایه دست عروس دوماده ما دست گل می دیم پیر اون گلو بهشون هادیم چه بول میخوری؟ آخه این وقت لباس آزارم میده فکر بکنم که این عروسی تموم بشه و این وقت ها دول بردیم بازم کلونمدی و قباب و هم بعض سابقه آها شرف داره شرف داره هم چقدر سگدنده ای؟ سگدنده ای خب الحمدلله به سلامتی و مبارکی یه هفتم از عروسی گلناز گذشت حالا دیگر با به قول یارو گفتنی الوعده وفا البته شیرزا جو عرض من یک چیز مطابق قولنومه این که دستت دادم عمل بود یه آقایی و بزرگواری بکنی حاجاتش هم سرش گریه قبلش نمیره قولنومه همراه هست؟ آخون جو چی نوشتم تو قولنومه؟ هر چه وقت که قبلش دیم که قبول کردم که با هر شرط شرایطی که گلنازو به سیروس میدیم با همون شرط شرایط زهره هم بدیم با آشیرزاد آفرین ببین آشیرزاد من برای گلناز 20,000 تومان مهر کرد 20,000 تومان؟ خب مهر که کسی ندیده اون درسته اون یه حسابیش بین تو و زهره اما مخارج مخارج 15,000 تومان نقد دادیم که جلوی خودت خرج آینه شمس و نقره و انگشتر و مبل و تخت و رخت و اسباب و غیره دارش 10,000 تومان هم مخارج شام و موزیک و پذیرایی و اینجور چیزا ایناش اینم صورتش جمع کلش شده 25,000 تومان 5,000 تومان حالا میخوای پول بیار میخوای گندم بدی جو بدی روفه بدی هر طوری رسم میتونی ببین زمین ممین چیز میتوداری بفروش من خواهش میکنم قبول کن 25,000 تومان ها
حالا نمیشه من و زهره خانم به رسم و رسوم قدیمی ایرونی خودمون عروسی بکنیم؟ هم کمتر خرج میشه، هم شباش کم میشه، هم آخه شیرزا جون، من که چیزی نمیگم، اما حساب آبرومونم بکن. من خواهر تو رو با اون آبرومندی برای پسرم گرفتم، حالا میتونم دختر خودم بی سر صدا شوهر بدم؟ نه، مردم چی میگن؟ اقلا پس یه مهلتی به من بدین من این پول رو تهیه بکنم. چقدر مهلت بدم؟ اقلا 40 روز که مهلت میخوام. بسیار خوب، اما اگر بعد از 40 روز از تو خبری نشد دیگه از من گله نکنی یا؟ نه خدا بزرگه، انشاءالله درست میشه. خب بنده مرخصم. آقا شیرزاد، ما اون زهره رو منتظر نذار یا، چون ممکنه دختره دق کنه. خیال شما که راحت باشه، یه روز با آخر عمرم مونده ها داغش رو مندلت میذارم. خدا حافظ. خوش اومدی شیرزاد. آی این پسر پرروه. تا 40 روز اگه من پول آوردم شما رو به من خواده، حالا بشم با امید خدا هر جوری شده پول ملی تهیه بکنم. چقدر؟ 25,000 تومان. چرا 25,000 تومان؟ آخه نه اینکه برای عروسی آبجیم و سیروس آقا همینقدر خرج شده، وقت دیگه خوب نیست که من دیگه کمتر خرج بکنم، خلق تنگ نشه فراهم بکنم. آخه از کجا؟ داریم بالاخره دو تیکه زمین و ملک و حال داریم، از زیر بطک به عمل می اومدیم بابا. خدا کنه تصویر تو کار نباشه. خدا بزرگه، اجازه میدی؟ خدا به همراهت. زهره جون، میدونی پسر عمت برای چی اومده اینجا؟ نه. صفا، همین الان عمت و صفی. ببین زهره جون، آدمی زنده زندگی میخواد. خودت هم میدونی؟
عقد پسرم و دخترم و پسرم و دختر دایی تو آسمونه بسی شده. منظور تو نمیفهم. آبجی بز من الان روشنش میکنم. ببین زهره جون، پسرمت مدتیه که تو رو از من و عمت خواستگاری میکنم. منو؟ من که لایق ایشون نیستم. اختیار دارید خانم، شاید بنده رو لایق نمیدونید. خب تعارف رو کنار بذارید. ببین زهره جون، تو میدونی که بعد از فوت عمه بزرگ تو شوهرش داراییشون همه به هرمز رسیده. منم که هرچی دارم مال تو و سیروسه، پس چه بهتر که مال خودمون از تو خودمون بیرون نره، مخصوصا که هرمز بهت علاقمندم هست. رضای شما رضای منه. باریکلا دختر، باریکلا. مرسی زهره جون، مرسی. ولی به طوری که شنیدم شما به یک جوان دیگم قول دارید، جوان ساده و بیالایش رو دنبال نخودسی ها فرستادی، پس اقلن ظاهرن جوان مردی کنید تا سر موعد صرف کنید. اگر بر فرض محال تونست پولی که خواستید بیاره، که خب شما من فروختید و اونم خریده، اما اگر اونطور که من حس میکنم از اخته برنای من، اون وقت شما میتونید به هر کسی که دلتون میخواد من رو بپروشید. سوسولی جان، منو ببخش که تو رو با پول عوض میکنم. چو کنم، اگه تو هم جای من بودی منو مفروختی تا به زهره جان برسی. من هیچ وقت تو رو از یاد نمبرم. اینطور به من نگاه نکن، دلم آتیش میگیر. چاره ای ندارم. خب بالاخره روی هم چقدر بابا؟ والا روی هم با زمین سراسیاب و گو بیساله و هممش 6950 تومون که حساب بکنیم 6900 تومون سرمان. و چرا همش از سر من کم بکنی؟ خیلی خوب، مهد گل روی تو حساب میکنیم 7000 تومان. بذار ما به شما برسه 7000 تومان. 7000 تومان تا 25000 تومان مخاط 18000 تومان. 18000 تومان نه نمیشه، باید فکر دیگه ای کرد. حالا نه بیشتره که صحبه کنی. والا تا اونجا که محل داشت ما گفت. خب پس شما به فکر پول باشین، منم بشم تهرون یه کاری زیر سر کنم و برگردم معامله رو تموم بکنم. اگه اول معامله رو تموم میکردین بعد میرفتی شهر بهتر بود. نه آخه یه جوریه که جور در نمیاد، باید برم تهرون. خب خدا نگهدار. بابا خیلی دندون گردی کردی، حقش بود 10-15000 تومان میخریدیم. اون یا اون سلام علیکم استا. علیکم سلام، مرحبت بیا داشت. شاگرد خودچاق کاری نمیخوای؟ نجاری بلدی؟ نجاری که اینقلا بلدنی هم، اما خوب میتونم اگر یک... نه بابا جون، بلدیسی به درد من نمیخوریم. این که فروشی بغل یه دالوندار میخواد، برو برای که معاملت بشه. همین بغلی؟ آره جونم. خدا عزت قربان تو، خدا نگهدار. خدا رحمت بکنه. دامن داری؟ سجل که دارم، دامنم اگر بخوای باید بشین در خونه ارباب دهمون. روزی چند میدی؟ روزی 4 تومن. 4 تومن؟
عوض شبا هم اینجا میخوابی کرای منزلم نمیدی. تو شهر شما آدم روزی چند خرجش میشه؟ قناعت کنی روزی 3 تومن. 3 تومن؟ با شوم و نهار و سردونه و سلمونی و همه و همه با اونا روزی 3 تومن نی. 3 تومن نی؟ پس میتونم روزی 5000 جمع بکنم. ماهش مکنه 15 تومن. سالش چقدر میشه؟ سالش 150 تومن، اونم 180 تومن. 180 تومن؟ آره. چند سال کار بکنم میشه 18000 تومن؟ 100 سال. 100 سال؟ آره. 100 سال کار برای 18000 تومن. پس اینا میدونستن که من نمیتونم این پول رو تهیه بکنم. بکن.
مطمئن باشه که به درای معاش رو برام میکنه. خواهد راحت باشه خوار. صد سال وای بی انصاف من دزی. آخ دوکم سودم سودم زخمه من خیلی زخمه دو خیران ببخشید خانم نه نفرد درمو کنه دماغش میگیره دلم میسوزه نه بی خود نگن دو خیران مال و ملک و قمر رو فروختم حالا ها رو کنم پول خوب اینجام سنگ نارتومون یه میارم میریزم رو پای پیره بده چشم دل سیر بشه دست از سر من تو بگیره بسیم که از یه وقت چی رو فرد میکنم ما پای اشنا کنی در میرون باشه پس خطر داشتی؟ نه خطری نیست تا چند روز که خوب میشه که مارگن نجات دادی شما را زند خودمون حساب کردیم به فرد بشید خدا عزتتون حال انشاءالله آیا شما ما را به پدر مادری قبول ندارید؟ ای آقا شما فرشته ای الله خب اگر ما به جای پدر مادر شما هستیم میخوام با دلخواه خودمون پسرمون داماد کنیم آخه مطمئن باشید زاد با این کاری که ما میکنیم وضعیت حق شما را ادا کردیم ای خانم این فرمایش ها رو نفرمایید والله من به خاطر چیزی این کار رو نکردم یقین دارم اما شما هم باید از مثل ما پدر و مادری عشنوی داشته باشید خدا منم شما رو مثل برای خودم میدونم خدا از خواری که نکنم چیزی والله من یربونم بندم باری کلا شیزاد خوهرت یک چشت و شنده عجیقی کرده بچ میره مریم ببینم، این خونه متعلق به خود تو مثل به چشم ما هست ما از این خودتی تو خوشحال میشیم خداشی برات انجام شما ملائکه خدا شما رای خوبی کردن آفریده یکی مثل شما میشه یکی از این کاری درخشتره بجرد بگیدن سوی خود تصال کنه دیگه آدم نیست چیز بفروشی روش بگیر این آقا آخه اوم این زگواری رو از یاد نمبرم اجازه این که دست نه این هم که باید تا آخر عمر این منت تو باشم مردانگی تو باعث شد که از آب روزی فامیل بلو جیر شد بابا این بسن جاوه هجو مارده خدا 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 چند دقیقه ما تنها بگذارید به معاینه خصوصی لازمه دخترم میگه طبیب محرم رازه مخصوصاً من که از بچگی طبیب معالج تو بودم و شاید هم چند بار تو را از مرد نجات دادم سعی می‌فرمایید دکتر متشکرم ببین دخترم با اولی سرماخوردگی کوچکی داشتی به قول خودت چند شب بیخوابی به سرت زد بی احتیاطی رو به حد اعلا رسوندی با همون حال از شب تا سهر توی باغ سرد و نمناک نشستی سرماخوردگی زاتوریه شد البته منم معالجه کردم اما اون چی که معالجهش برای من مشکله دردی که از من پنهان میکنه من درد دیگه ای ندارم اشتباه میکنی ببین دخترم گفتم از من چیزی رو پنهان نکن نصفهای دل شب تک و تنها توی باغ نشستن و فکر کردن این عشقها هر علائم درد پنهون توست به جوانی خوده به پدر بیچارت رحم کن دکتر من اگه دردی هم داشته باشم
از دست پدرم. آفرین، هم دست رو بگو، قول میدم پیش خودم بمونه. برای درمون درد من هیچ راهی وجود نداره. اشتباه میکنی، همیشه راه چاره هست، ممکنه به فکر تو نرسه. به اون نقطه نگاه کن، ادامه بده، تعریف کن. گلناز برادری داره، نجیب و جوان بخت، قابل دوست داشتن. وقتی پدرم گلناز رو برای 30 روز خواستگاری کرد، همینقدر خبر داریم وقتی شیرزاد از فروش ملکش ناامید میشه از ده میاد بیرون، دیگه خبر نداریم کجا رفته، سر به بیابون گذاشته، خودشو از بین برده. گریه نکن دخترم، گریه کار اشخاص ضعیف و بی اراده است، مایوس نباش. آخه اون از کجا میتونی این همه پول تهیه کنه؟ پدرم هم که میشناس، به هیچ وجه حاضر نیست از ثروت عمم و پسرم من صرف نظر کنه. از اینکه به من نتمینون پیدا کردی و همه چیز رو برام تعریف کردی خیلی ممنونم. قول میدم که تو از این ناراحتی نجات بدم، هر طور شده شیرزاد رو پیدا کنم. که رنگ رود وا باشه. اختیار داری قربان، اختیار من وجه شیر آقا اومد، اجازه میفرمایی؟ دیرزاد کجاست؟ آقا مطرم اون سردی خود دردی گفتید که زهور خانم مریم؟ اخیر آقا چی نگفتم؟ باشید بیرون هر وقتم بیاد. چشم آقا. ببین بله، از تا دور خانم هیچ صحبتی نکنی. یا خواهد جشن آقا، میل داری با زود برسی؟ فوقی دکتر، پس خواهش میکنم همینطور بخواب، نه از دیدن هرمز سال کن، نه از دیدن شیرزاد خوشحالی. اگر چیزی دیدی که تازگی داشت هیچ به روی خود نیاد. اختیار من دست شماست. متشکرم، خودت رو خوب به خواب بزن. بفرمایید. ببین برادر، من تو بیش از 20 ساله که با هم دوستی، نمیتونم چیزی را از تو پنهان کنم. دکتر دخترت که سالت خطرناکی داره. دکتر دستم به دومنه، من از بین میرم. یعنی تا این حد؟ خودت پدری، میفهمی چی میگم. من آخرین تلاش خودم رو بکنم، یه با خداست. دکتر جون هر کاری میتونی بکن، اگر شده زندگیمو بفروشم حاضرم. پس مال و زندگی رو برای دخترت بخوایی، نه دختر رو برای مال و زندگی. قبل از اینکه شروع به آخرین معالجه خودم بکنم، در اینجا اتفاقاتی خواهد افتاد. باید قول بدی تا 10 دقیقه دیگر هر چه دیدی، هر چه شنیدی، هیچ عکس العملی نشون ندی. به جان دختر بستگی داره. دکتر جون هر چی بگی میکن، کاری بکن که دخترم نجات پیدا کنه. بسیار همینجا بایستید. بفرمایید.
زهره جون، تو که هنوز خوابیدی؟ بلند شو بچه نشو. آدم با یه سرماخوردگی که... آیه هرماز با منی؟ نبخشید آقا هرماز خواهش بکنم زیاد به مریض نزدیک نشید. شما جوانی نیفتید که خدایی نکرده مقصودتون رفع میگم آخه تفلک صرفه هم میکنه. خب سرما خورده باید صرفه کنه. چقدر ناراحتم. میدونید بیماری او در مرحله ای که فایده داره؟ بله بله ما صلاح نیست. خب دکتر با اجازه شما من یواشکی مرخص میشم. دایی جون، دایی جون، دایی جون، من رو برمیگردم. ببخش دکتر. روز ادامه داره. بگو شهزاد به تو ثانیه هم نیست. دکتر چطور از شما تشکر کنم؟
پای هم تیر بشه.